یک پدیده‌ای که هر جامعه خصوصاً کشورهای جهان سوم با اون مواجه هستند کودکان کار هست. این یکی از نمودها و شاخصهای نابرابری در هر جامعه هست، یعنی هرچی میزان حضور کودکان کار در جامعه بیشتر باشه خب این شاخص کمتر هست. این آمار به دلیل فقر گسترده و فزاینده در ایران هر روز شاهد افزایشش هست. میزه بدید گزارش رو ببینیم از وضعیت کودکان کار در میهنمون ایران. در ایران روز جهانی کودک، روز جهانی مبارزه با کار کودکان و همه روزهای مشابه برای کودکان کار روزی است مثل همه روزها. آنها باید کارشان را بکنند. از اول صبح تا پایان روز باید بیشتر از یک انسان بالغ جان بکنند. در سطل زباله ها با وجود کمردرد و زانو درد خم شوند و ضایعات جمع کنند. بله، با وجود زانو درد و کمردرد. آخر کمردرد چیزی است که معمولاً بیماری بزرگسالان محسوب می شود. اما اینجا دنیای دیگری است و این تازه این تر و تمیزترین بیماری یک کودک کار است. بیماری های عفونی، هپاتیت، بیماری های ریوی و غیره از جمله امراضی است که به دلیل کار مستمر بدون دستکش در میان زباله ها نصیب آنها می شود. برخی از آنها حتی پدر و مادر خود را نمی شناسند و جزو کودکانی هستند که پس از به دنیا آمدن به تاجرین کودک فروخته می شوند. هدف این کودکان از کار کردن تنها این است که صاحب کار به آنها میزانی کمی غذا، دستمزد و سرپناهی برای خوابیدن بدهد. در تهران و البته در بسیاری از کلان شهرهای دیگر اماکنی نیمه مخفی وجود دارد که شبانه چند ده کودک کار همچون ارواح سرگردان برای خوابیدن به آنجا مراجعه می کنند. آنها بردوار باید به فرامین او تن بدهند. کودکانی که اغلب در معرض تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند. تعداد کودکان کار در ایران بنا به گزارش خبرگزاری های خود رژیم عددی بین 3 تا 7 میلیون نفر است. این یعنی نزدیک به 1/10 از جمعیت ایران کودک کار هستند. بسیاری از این کودکان از کمبود وزن رنج میبرند. 77% از آنها با مشکلات دهان و دندان و 65% با مشکلات قلبی و ریوی دست به گریبانند و 56% آنها بی سوادند. یکی دیگر از عوارضی که این کودکان با آن مواجهند کوتاه قدی است. امری که بنا به گزارشات یونیسف حتی در کشورهایی چون هایتی، اتیوپی، پرو و رواندا رو به کاهش رفته. اما در ایران همچنان در میان تمامی کودکان و نه فقط کودکان کار در حال افزایش است. بر اساس ماده 79 قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع شمرده می شود و فرد خاطی یعنی کسی که کودک زیر 15 سال را به کار بگیرد باید مورد حسابرسی قرار گیرد. اما نگاهی گذرا به کوچه و خیابان نشان می دهد که این قانون پشیزی ارزش ندارد. البته در همین قوانین کار کودکان زیر 15 سال که توسط بستگان درجه 1 خود به کار مشغول می شوند مشمول قانون کودکان کار نمی شوند. به عنوان مثال یک پدر معتاد برای منافع خود می تواند از فرزند خود بردوار کار بکشد. این در حالی است که در اغلب کشورهای اروپایی در اساس یک کودک نه فرزند خانواده بلکه فرزند آن کشور به شمار می رود که تنها برای بزرگ شدن نزد پدر و مادر به امانت گذاشته شده است و دولت در صورت اطلاع از نقض هر گونه حقوق فرزند یا کوتاهی در رسیدگی، درمان، تحصیل و رفاه کودک حق سرپرستی را از خانواده به صورت موقت یا دائم می گیرد. از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک به موارد زیر اشاره دارد. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع عالی آنان در رأس قرار گیرد. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می شود باید مورد توجه قرار گیرد. کودکان حق دارند تفریح، آرامش و بازی و فعالیت‌های خلاق مناسب سن کودک داشته و حق شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری باید برایشان به رسمیت شناخته شود.
البته کنوانسیون حقوق کودک لیست بلند بالایی از تمامی حقوقی است که حیات و رشد و آموزش درست و سالم کودک را تضمین می کند. حقوقی که متاسفانه در رژیم آخوندی کوچکترین جایی ندارند و روزانه در اشکال مختلف نقض می شوند.